با اینکه توییتر در سال 2006 اختراع شد و کسی مثل باراک اوباما یه سال قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه عضو این شبکه اجتماعی بود، اما تا 27 آوریل 2010 که هوگو چاوز رئیس جمهور پوپولیست ونزوئلا اولین توییت خودش رو منتشر کرد، این شبکه اجتماعی چندان سر و صدایی نداشت. جایی بود که فقط میشد جمله‌های کوتاه 140 کاراکتری در اون منتشر کرد و در سراسر ونزوئلا هم همون زمان کل توییت بازها شاید به چند هزار نفر نمی‌رسیدن که عمدتاً هم از بین دانشجویان و مخالفان چاوز بودن. ولی ظرف دو هفته اکانت چاوز 237,000 فالوور گرفت که عمده اونها کاربران جدیدی بودن که به عنوان شهروندان ونزوئلا عضو توییتر می‌شدن. این یعنی توییتر ظرف دو هفته به اندازه 200 برابر 4 سال گذشتهش در ونزوئلا محبوب شده بود. آیا واقعا اینطور بود؟ یا اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه بود؟ منظورم دقیقاً فالوئرهای فیک یا به قول امروزی ترش اکانت های سایبریه. حالا بماند که چاوز با همین ترفند که ببینید من چقدر تو توییتر محبوبم تونست نریتیو یا گفتمان غالب رو به دست بگیره و در اون شرایط بر مخالفان خودش پیروز بشه. اگه همون موقع گوشای جک دورسی خالق توییتر و شرکاش تیز میشد، شاید کار اکانت‌های فیک تا امروز پیدا نمی‌کرد که در آخرین نمونه اینطوری شاهد حضور چشمگیر سایبری‌ها در توییتر باشیم. تحقیقات مؤسسه DFR وابسته به اندیشکده شورای آتلانتیک نشون میده که حساب‌های کاربری چندین رسانه دولتی روسیه، چین و ایران در توییتر از نخستین ساعات روز 29 مارس امسال، یعنی همزمان با اول فروردین 1402، به صورت معناداری با افزایش فالوئر روبرو بودند. این موضوع وقتی نگران کننده تر میشه که نشون میده آغاز این افزایش دنبال کنندگان به پیش از تغییرات جدید در خط مشی توییتر برمیگرده که محدودیت ها در خصوص استفاده از این پلتفرم رو برای رسانه های وابسته به دولت ها در 21 آپریل 2023 رفع کرده و حالا این رسانه ها که به منابع مالی حکومتی متصل هستند میتونن از سیستم الگوریتمی توییتر برای تبلیغ محتوای خودشون در راستای پروپاگاندا به نفع یک حکومت سوء استفاده کنند. دقت در شیب افزایش دنبال کنندگان دو شبکه آرتی روسیه و پرس تیوی جمهوری اسلامی نشون میده که از 21 مارس اکانت های این دو شبکه با شیب رشد همسانی بر تعداد فالوورهاشون افزوده شده. البته اینکه چه میزان از این دنبال کنندگان جدید خودشون اکانت های نوپا هستند بحث ثانویه مهمی است که در گزارش DFR گنجونده نشده. اما تأثیر این میزان افزایش مخاطب حتی اگر 100% اون هم اکانت های سایبری باشن به طور سیستماتیک بر میزان تأثیر اکانت های اولیه بر الگوریتم های بازنشر محتوا در توییتر خواهد افزود که از این پلتفرم برای تبلیغ محتوای مورد نظر حکومت بهره برداری می کنند. همزمان در طول ماه فروردین بسیاری از کاربران ایرانی در توییتر با این تجربه روبرو شدند که بیش از قبل در معرض پرخاشگری سایبری از سوی اکانت‌هایی قرار گرفتند که اگر چه ظاهری مخالف با رژیم دارند اما به جای تولید محتوا بر علیه جمهوری اسلامی بیشتر اهتمام خود را صرف تخریب مخالفان جمهوری اسلامی از طیف‌های گوناگون کردند. در این میان آنچه غیر قابل تغییره، تغییر سیاست‌های اجرایی توییتر و افزایش ترول‌های وابسته به جمهوری اسلامی در توییتر فارسی است که تا کسب تیک آبی تنها ماهی 8 دلار فاصله دارند. مهدی صارمی فرد، خبرنگار حوزه فناوری‌های نو با ماست تا درباره همین تغییرات و تبعات اون از او سوال کنیم. مهدی خیلی خوش آمدی. این افزایش ترول‌ها یا اوباش مجازی دقیقاً چیه و چه اطلاعات دقیق‌تری از اون میتونیم با مخاطبانمون به اشتراک بگذاریم؟ من دوست دارم از اونجایی که توی این گزارش با اما اگر شروع میشه صحبت بکنم. ما برای مثال شنیدیم که فرمانده سپاه گفته ما 2000 گردان سایبری داریم. این چیزی نیست که اخیراً حالا این صحبت ها رو که تابستون پارسال کردیم، ولی همواره این گردان های سایبری از اوایل دهه 90 شروع کردن زیاد شدن. اول سپاه تهران 144 تا گردان داشت، هر گردان هم 500 نفر، یعنی 2000 تا رو شما حساب بکنیم چه 1,000,000 نفر. همین تعداد حدوداً کاربر توییتر فارسی هست، یعنی به اندازه تمام کاربران سایبری توی توییتر ریخته شده.
این به هر حال حجم و تعداد و مقدار اون کارو نشون میده. کاربرانی هم هستن که تو این پروسه که گفتید هماهنگ با اکانت های روسی و چینی عمل میکنن، به خصوص اکانت های روسی. ما گزارش وال استریت جورنال رو داشتیم حدود یک ماه پیش که میگفتش که اینها فناوری های سرکوب رو شروع کردن با روسیه همکاری کردن. خب روسیه هم تجربه خوبی داشته، به خصوص در انتخابات 2016 آمریکا که منجر به اون در حقیقت پالایش فیسبوک و داستان کمبریج آنالیتیکا شد که حالا به موضوع ما خیلی مربوط نیست، ولی تجربه قوی اونها رو نشون میده و به هر حال مفاهیمی که از اون تجربه اومده رو توی فیسبوک، توی توییتر در این چند ساله پیاده سازی کرده، نه به تنهایی فقط اکانت های سایبری. این نشون میده که چند لول و رده بندی داریم. دو تا نشونه داره، یکی اینکه اینها تونستن API توییتر رو که اینقدر گرم شده بخرن، یعنی از وقتی که چند هفته پیش توییتر حالا با ایده های جدید ایلان ماسک API‌اش رو بست و اونو پولی کرد، عملا کسایی که از اون محروم شدن محققین و فکت چکرها و اینها بودن، کسایی که بنی دانشجوها بودن، کسایی که بنی مالی نداشتن، اونایی که این در حقیقت لشکرهای سایبری رو اداره میکنن که پول به اندازه کافی دارن، اونا خریدن. و این اتفاق در حقیقت همون هفته ها میبینیم که میفته، یعنی اوایل فروردین میفته. و این یه نشونه. یه نشونه دیگه اینه که اینا هماهنگ با رسانه های خارج از توییتر کار میکنن، یعنی مثلا اسپوتنیک یه چیزی میزنه، بعد اسپوتنیک فارسی میزنه، بعد اینو مهر کپی میکنه، فارس از روی مهر به چرخه تولید میشه و وقتی مشخص که خبر اصلی فیک از روی سایت حذف شده، ولی سایبری‌ها دارن این رو اصطلاحا پروموت میکنن توی. ولی چرا توییتر سیاست‌های محدودسازی رسانه‌های دولتی خودش رو تغییر داده؟ اگه این یه تصمیم تجاری، آیا بر روند آزادی بیان و اعتبار توییتر تاثیر نمیذاره؟ ببینید، بر آزادی بیان که اتفاقا این حق توییتر که هر کاری میخواد میتونه بکنه بر اساس سیکشن 230 و اینها و اون مسئله به توییتر وارد نیست، اما اعتبار خودش پیش افکار عمومی داره خراب میکنه. بله، این که الان صحبت گوگل اسکای میشه، صحبت اون یکی ماستادون میشه، اینها به این خاطر اینها یه خورده ضعفایی دارن و مردم احتمالا کمتر اقبال به اینها نشون میدن. همون بحثی که شما اول مطرح کردید، اول داستان کردید که اون چند سال اول توییتر که 140 کاراکتری بود چقدر ضعیف بود، اونا هم الان توی همچین وضعیتی هستن. اما این ماهیت توییتر رو هدف قرار گرفته، این قرار داده این رفتارها، و به هر حال توییتر هم از ثروت ایلان ماسک سهم کوچکی داره. واقعا میشه مسئله مالی رو، یعنی اون زمانی که این صحبت این شد که این بیاد اینجا رو بگیره، من خودم تصورم این بود که خب این که خیلی پول داره، بنابراین میاد اون ایده هایی که در مورد آزادی بیان و رابطش با الگوریتم داره، همون چیزی که شما فرمودین، این که چجوری ما الگوریتم هایی رو توسعه بدیم که تضمین کننده آزادی بیان باشه، میاد این کارا رو میکنه. ولی خب این کارم نشد و همه چی پولی شد و الان هم همونطور که گفتید یک سایبری با 8 دلار تیک آبی میگیره و خبرنگارانی که کار دقیق فکت چک شده انجام میدن اعتباری نمیشه. کاملا درسته. خیلی کوتاه، به هر حال توییتر در واسه دولتی ها و سایبری ها وا گذاشته، ما چی جوری میتونیم اکانت های خودمون رو به هر حال یه جورایی پروتکت کنیم، محافظت کنیم که راه نفوذ ترول ها و همین دوشاگاهی های دولتی یه جوری بسته بشه برای خودمون؟ بستگی به رفتار خودمون بستگی داره، همون بحثی که چند تم اصلی شد برنامه شما هم باشه، این که ما سواد رسانه ایمون بالا ببریم، حالا یعنی یک درکی داشته باشیم که چه محتوایی توسط چه کسانی داره پابیش میشه. یه سری اینا علامت مثلا ظاهری دارن، مثلا پرچمایی، آیکونایی، عکسایی شبیه هم که همدیگر رو پیدا بکنن، ولی یه لایه های عمیق‌تری هم وجود داره. واقعا همونطور که اینها در حقیقت درسته ما میگیم سایبری، ولی سایبری به معنی بات نیست، به معنی هدایت شده نظامیه و اینها رفتارهای هایبریدی دارن، یعنی یه ساعتای بات نشسته اون پشت ولی یه ساعتای زیادی انسان هم میشینه که این الگوریتم های توییتر رو گول بزنن که نفهمن اینا باتن. درست. و اینا یه مقدار کارو سخت‌تر می‌کنه. بی‌نهایت از تو ممنونم. بی‌نهایت متشکرم. مهدی صارمی فرد خبرنگار که با من در این بخش از برنامه همراه بودی.